یزید ابن معاویه چگونه به خلافت رسید؟ انتقال خلافت به سلطنت سلام دوستان به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم یزید ابن معاویه بدون شک جنجال برانگیزترین خلیفه تاریخ اسلام و یکی از منفورترین چهره های تاریخ شیعه به حساب میاد نکته جالب و ویژه‌ای که درباره این خلیفه اموی وجود داره اینه که یزید اولین کسی بود که در اسلام به صورت موروسی به حکومت رسید ما در این ویدیو قرار به سراغ همین ماجرای به خلافت رسیدن یزید ابن معاویه بریم پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره یزید ابن معاویه با نام کامل ابو خالد یزید ابن معاویت ابن عبی صفیان عموی قریشی زاده حدود سال 646 و در گذشته سال 683 میلادی دومین خلیفه از خلافت عموی بود که از آوریل 680 تا مرگش در نوامبر 683 میلادی حکومت کرد یزید نخستین فردی در تاریخ اسلام بود که به صورت موروسی خلیفه شد و دوران کوتاه خلافتش به خاطر مرگ حسین ابن علی نوه محمد پیامبر اسلام و آغاز بحرانی با نام فتنه دوم شناخته میشه پس از درگذشت علی ابن ابی طالب امده سرزمین های خلافت اسلامی در دست حسن ابن علی بود که پدرش چند ماه پیش از دنیا رفته بود اما پس از پایان جنگ داخلی اول معاویه مطابق سلحنامه ای که با حسن منعقد کرد در سال 41 هجری به خلیفه بیرقی به امت اسلامی تبدیل شد بر اساس این عهدنامه معاویه حق نداشت جانشینی برای خود مشخص کنه اما در سال 56 هجری معاویه یزید رو به عنوان جانشین خود انتخاب کرد معاویه و شورایی که معین کرده بود یزید رو در دمشق به عنوان خلیفه بعدی انتخاب کردند. دمشق شهری بود که معاویه افراد بانفوز را از سراسر ایالتها ها به پایتخت فراخونده بود و به نحوی از آنها اونها رو مجاب به پذیرش خلافت یزید کرد معاویه به مروان ابن حکم حاکم وقت مدینه دستور داد تا اهالی این شهر را از تصمیم خلیفه آگاه کنه مروان پس از این اتفاق با مقاومت افرادی از جمله حسین بن علی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر ابن خطاب و عبدالرحمن ابن ابوبکر مواجه شد. معاویه شخصا راهی مدینه شد تا این مخالف ها را وادار به تسلیم کنه اما اونها به مکه فرار کردند. معاویه اونها رو دنبال کرد و به مرگ تهدیدشون کرد اما این افراد زیر بار حمایت از تصمیم معاویه نرفتند با این وجود معاویه تونست مکیان رو قانع کنه که این چهار تن بیعت خود رو شکستند و از مردم شهر برای یزید بیعت گرفت معاویه در راه بازگشت به دمشق به مدینه رفت و بیعت مردم اونجا رو هم اخذ کرد پس از اون مخالفان یزید ناچارن سکوت اختیار کردند. یولیوس ولهاوزن شرق شناس آلمانی درباره صحت این ماجرا تردید داره اما برنارد لوئیس مینویسه با آمیزه از دیپلماسی رشوه دهی و تا حد کمی زور معاویه موفق به اخذ بیعت شد معاویه پیش از مرگ وصیت ای برای یزید نوشت و در اون توصیه هایی در رابطه با خلافت کرد وی برای فرزندش نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باشه و پیش بینی کرد عراقی ها حسین رو به شورش اقوا کنند معاویه همچنین به یزید توصیه کرد با حسین با احتیاط رفتار کنه و چون وی نوه پیامبر خونش را نریزه در عوض با عبدالله ابن زبیر با خشونت رفتار کنه مگر اینکه با وی کنار بیاد وی همچنین یزید رو به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد پس از مرگ معاویه و به خلافت رسیدن یزید وی از فرمانداران استانهای خلافت اسلامی خواست تا با وی بیعت کنند و اونها همچنین کردند. یزید به پسر عموی خود ولید ابن اطبه فرماندار وقت مدینه نامه نوشت و اون رو از مرگ معاویه آگاه کرد و به اون دستور داد از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر بیعت بگیره. در بخشی از نامه یزید برای ولید به گزارش ابن کسیر در کتاب الکامل بیان شد که حسین عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر را دستگیر کن تا بیعت کنند. چنان با تندی و خشونت رفتار کن که فرصت انجام هیچ کاری پیش از بیعت کردن را نداشته باشم رحمت الله بر تو باد ولید به سراغ مروان ابن حکم رفت و از وی راهنمایی خواست مروان پاسخ داد حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر خطرناکند و باید با زور از آنها بیعت گرفته بشه اما ابن عمر شخص خطرناکی نیست و اون رو میتونه رها کنه سپس ولید حسین و عبدالله ابن زبیر رو به دیدار خود احضار کرد حسین به ملاقات اون رفت اما ابن زبیر از این دیدار سر باز زد حسین ابن علی در یک ملاقات نیم خصوصی با ولید و مروان دیدار کرد که در اون از مرگ معاویه و خلافت یزید آگاه شد سپس اون دو از حسین خواستند تا با خلیفه جدید بیعت کنه و در پاسخ حسین ابن علی گفت بیعت کردن در خلوت کافی نیست و چنین کاری باید در حضور مردم انجام بگیره ولید موافقت کرد اما مروان معتقد بود که حسین تا زمان بیعت کردن باید زندانی بشه که حسین ابن علی در این هنگام مردان مسلحی رو با خود به اونجا برده بود و به کمک اونها تونست از مجلس خارج بشه پس از خروج حسین مروان ولید رو سرزنش کرد و ولید هم در پاسخ گفت در روز رستاخیز کسی که مسئول ریختن خون حسین باشد از بخشش خدا بی نصیب می شود همون شب عبدالله ابن زبیر بلا فاصله به مکه رفت و صبح ولید هشتاد سوار را به دنبال اون فرستاد که موفق به دستگیری وی نشدند حسین ابن علی هم بدون اینکه بیعت کنه راه مکه رو در پیش گرفت یزید ابن معاویه که از این شکست ولید ناراضی بود اون رو از فرمانداری مدینه ازل کرد و عمر ابن سعید رو جایگزین وی کرد برخلاف حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر همگی با یزید بیعت کردند. در مکه حسین ابن علی نام های زیادی از هواداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد در نامه ها اونها با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید ابن معاویه و بیعت با حسین بودند. حسین هم برای ارزیابی شرایط کوفه پسر اموی خود مسلم ابن عقیل رو راهی اونجا کرد. وی همچنین نامه هایی به بسره فرستاد اما فرستاده وی به بسره به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بسره کشته شد مسلم که به کوفه رسید اوزار و مناسب دید و به حسین ابن علی نامه نوشت که علویان در اونجا طرفداران زیادی دارند و پیام داد که حسین راه کوفه رو در پیش بگیره حسین که با خواندن نامه مسلم ابن عقیل اوزا رو در کوفه مناسب میدید به نصیحت های عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عباس که کوفیان قابل اعتماد نیستند گوش نکرد و به سمت کوفه روانه شد. در راه به وی خبر رسید عبید ابن زیاد حاکم جدید کوفه شورش کوفیان رو سرکوب کرده و پسر عموی حسین مسلم ابن عقیل رو هم کشته عبیدالله ابن زیاد برای پایان دادن به قیام حسین ابن علی چهار هزار سرباز رو به سمت وی روانه کرد که در نبرد معروف کربلا حسین ابن علی و هفتاد و دو تن از همراهانش کشته شدند و خانوادهش هم به اسارت در اومدن. در این زمان عبدالله ابن زبیر به صورت مخفیانه شروع به بیعت گرفتن از مکیان کرد هنگامی که این قضیه به گوش یزید رسید وی زنجیری نقرهای برای عبدالله ابن زبیر فرستاد که نشانه این بود در صورت تسلیم وی در امان خواهد بود اما ابن زبیر اون رو رد کرد یزید سپس عمر ابن زبیر برادر عبدالله رو به همراه سپاهی به سمت وی فرستاد و به اون دستور داد که برادر خود رو دستگیر کنه اما سپاه عمر ابن زبیر شکست خورد و اون هم کشته شد یزید برای مقابله با نفوذ فزاینده عبدالله ابن زبیر در مدینه بزرگان شهر رو به دمشق دعوت کرد و تلاش کرد با دادن هدایا به بزرگان مدینه حمایت اونها رو به دست بیاره با این وجود بزرگان مدینه راضی نشدند و پس از بازگشت به مدینه حکایت از سبک زندگی اسرافگرایانه یزید و اعمالی که به نظر بسیاری از اونها نشانه بی به مذهب بود نقل کردند از جمله نوشیدن شراب، شکار رفتن همراه سگ و عشق ورزیدن به موسیقی این اخبار و حکایات باعث شد اهالی مدینه بیعت خود با یزید رو بشکنند و تمام سران عموی رو از مدینه بیرون کردند. یزید هم دوازده هزار سرباز رو به رهبری مسلم ابن عقبه برای تسخیر حجاز اعزام کرد. در اواخر ماه اوت 683 میلادی نیروهای مسلم ابن اقبه مقاومت مردم مدینه رو شکستند و پس از سه روز به قارت شهر و مجبور کردن شورشیان به تجدید بیعت پرداختند. پس از فتح مدینه مسلم ابن عقبه بر اثر بیماری از دنیا رفت و فرماندهی سپاه شام که اینک آزم مکه بود به حسین ابن نمیر سکونی داده شد حسین ابن نمیر در سپتامبر 683 میلادی مکه را محاصره کرد که در این جریان کعبه هم به زیر منجنیخ های آتشین شامیان به آتش کشیده شد در جریان این محاصره یزید در نوامبر سال 683 میلادی به صورت ناگهانی درگذشت و محاصره شهر به پایان رسید مرگ یزید به بروز آشفتگی و آغاز جنگ داخلی در میان مسلمانان منجر شد و ابن زبیر خود را خلیفه خوند و موفق شد عراق و مصر را تصرف کند یزید سیاست پدرش معاویه مبنی بر حملات علیه امپراتوری روم شرقی رو متوقف کرد و در عوض تمرکز خود رو به ایمن کردن مرزهای خلافت اسلامی گذاشت در دوران یزید همچنین شدت فتوحات اسلامی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و وی بیشتر وقت دوران حکومت خود را صرف سر و سامان دادن به اوضاع داخلی قلمرو خود کرد ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید ضمنا میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار